محترم دکتر اکرم عثمان در برنامه امشب داستان خود به نام از بیخ بوتا میخوانند. باید بگویم که این داستان در جوایز کلتوری امسال حائز مقام اول شده. محترم اکرم عثمان، در مورد داستانتان اگر گفتنیایی داشته باشین لطفا بگویین. از محبت شما بسیار تشکر میکنم. ای که گفتنی داستان در سال جاری برنده جایزه شده یک مسئله بیخی تصادفی است و علتش ایست که نویسنده های چیره دست و توانای کشور ما آثار خود کاندید نکده بودند و قره فال به نام ای داستان اصابت کرد. در هر حال کم ما و کرم شما. نبی از بیخ بوتا بود. نبی از بیخ بوتا بود، از بیخ جارو بوتا. هیچ کس کس و کویش را نمی شناخت، حتی خودش. مثل سمارق که بهاران نبی جویکی می روید، او هم غفلتن در آن کوچه سبز شده بود، گوی زمین ترکیده و او از میانش سر برآورده است. چارشانه و شازور و شیرمست بود و قدش یکونیم قد دیگران. مرچه زیر پایش آزار نمی دید و بدترین دشمنش شکمش بود. چه پر می خورد و زود سیر نمی کرد. سفله بچه های کوچک غریب آزار و یلگرد بودن بر او شیرک شده بودن و نامش را گذاشته بودن نبی شطر و نبی خاده. اما او یک گوشش را در می کرد و گوش دیگر را دیوار. چه خود از دور وافرش می ترسید، نمی خواست با سفلگان برابری کند و از شأنش چیزی بکاهد. بابا نوروز سماوارچی او را نمونه قدرت صدا می زد و گاهی که شاگردش نمی بود پتنوس چاینک ها و پیاله ها را به دستش می داد تا به دکانداران دیگر چای برساند و در ازای این خدمت ناچیز اجازهش می داد که شبها بغل سماوار روی سکو اتراق کند و مفت و مجانی بخوابد. یکی از صبح‌ها گاهی که غریبکاران مثل مور و ملخ دور سماوار بابا نوروز جمع بودند، نبی مثل تخته در حالی که پیزارهایش را زیر سرش گذاشته بود هنوز هم خور می‌زد. خلیفه غیاث گلکار از بابا نوروز پرسید: پدر، ایلاش کوکیست که دکان پر کرده؟ بابا نوروز جواب داد: نمونه قدرت است، کار می‌پالد. خلیفه غیاث گفت: عجب غریب کار، خوش خوش سرداری است. بابا نوروز گفت: آن آدم بیکار یا غرشه و یا بیمار. نبی از بگومگوی آن دو بیدار شد، سر جایش نشست و دستارش را دور سرش محکم پیچید. خلیفه غیاث ازش پرسید: وطندار خام، خو شدی؟ خو که هنوز وقت است. بابا نوروز گفت: عطدار خب بچگی سنگین است. نبی افت کشید، چشمهایش را مالید و تمام این گپهای نیشدار را نادیده گرفت. خلیفه غیاث باز پرسید: وطندار شیر از کجاستی؟ نبی جواب داد: از بیخ بوتا. خلیفه غیاث پخ زد و بابا نوروز و مزدورکاران ابلهانه هر خندیدن. خلیفه گپ نبی را بریشخن گرفت و گفت: خو از بیخ بوتا، از بیخ کدام بوتا؟ نبی با لبخند جواب داد: از بیخ جارو بوتا.
خنده اوج گرفت و سر ایزا و آزار بازتر شد. خلیفه غیاث گفت شکر خدا که به کس و کوی نیستی، در کجا که جارو بوتن از دنیا را جارو بوته پر کرده. نبی جواب داد هان می فهمم ما کس دار به کس هستم مثل جارو بوته که به قدر خود روی و خار چشم مردم است. با این گپ ها خلیفه غیاث خندهش را خورد و فهمید که گپ های نبی اثر بی‌عقلی نیست. با همدردی ازش سوال کرد وطن دارش چند سر نان خور داری ننه و بابید زنده استن؟ نبی از قول مامایش قصه کرد که مادرش سرزا مرده است و پدرش که عاشق مادرش بوده دقمرگ شده است. خلیفه پرسید خیتو را کی کتا کرد؟ نبی پاسخ داد اول خدا بعد از خدا خاک و افتو. خلیفه غیاث گفت خدا وسیله تا کنه بچه هوشیار هستی مگم نگفتی کسب و کار چیز؟ نبی جواب داد خرکاری. خلیفه پرسید خرایت کجاست، خرداری؟ نبی جواب داد من خرکار بیخر هستم، اگه خر می داشتم در شهر چی میکدم؟ یه خر خوب آدم نان میته او میته. خلیفه گفت خی بیادر کارت زار است، شهر کجا و خرکاری کجا؟ نبی پاسخ داد می فهمم مگم نصیب خور نصیب خودم می خوره، آل آمدیم توکل به خدا. بدین منوال نبی یک چند بیکار ماند و هرچه تک و دو کرد کسی به دادش نرسید، تا اینکه روز تنه و توشه و قد و بالایش نظر خانمی بسیار آراسته و زیبا را جلب کرد که دنبال نوکر می گشت و در آن بازار برای خرید آمده بود. نبی غافل و بیخبر از تخت چرک و چوبی دم دکان پاهایش را آویخته بود و چرت می زد. خانم یکی دوبار از درون موتر شکل و شمایلش را از نظر گذران و پس از آن با اشارت انگشت نزد خود فرا خواندش. نبی مردد و دل و نادل از لب دکان به پایین جست و نزد خانم آمد. زن پرسید او بچه بیکار هستی؟ نبی جواب داد بله سر. زن پرسید نام چیست؟ نبی با تواضع جواب داد خاک عبدالنبی. زن خندیده پرسید چه کار هستی؟ نبی میخواست بگوید هیچ کاره یا آخر کار، اما حرفش را فرو خورد و مؤدبانه جواب داد بیبی از دی آمدیم، دیقانی، باغوانی، خاکشورانی، هرچی باشه یاد دارم. زن بار دیگر سر تا قدم نبی را چون کاسب کار کشته با نظرهای خریداری ورانداز کرد، گویی در طویله اسب انتخاب می کند یا در نخاس گوسفندی. هیچ عیبی در او نیافت، در تمام عمرش مرد آنچنان رعنا و تنومند ندیده بود. نبی عیناً مثل عمر شریف مرد رویاهای خانم بود، همان هنرمند مصری مقیم امریکا که در سراسر جهان هزاران عاشق سینه چاپ دارد. باز مژگانهای برگشته است را تنگ کرد و مو به مو سر و گردن و چشم و ابرو و لب و دندان نبی را سنجید و بر کلک هنر آفرین آفریدگار آفرین گفت. طرفه تصادفی بود، آب در کوزه و او تشنه لبان میگشت. دل خانم از آن حسن تصادف ذوق زد، لب گلرنگ و گوشتالودش را بدندان گزید و نبی را در لباس سیاه پیش خدمتی با نکتایی رنگین و یخن اهار خورده و بوتهای براق و موهای شانه کشیده در نظر آورد که مثل شهزاده از بابل یا سردار دلاوری از کارتاژ پشت سرش ایستاده و چون کوهی از وقار و تمکین منتظر فرمان است. او بعد از سالها مدل استثنائیش را یافته بود و می دانست که رقبایش آن زنهای پرقده و خودخواه و خودنما اگر جهان را ریکشوی هم بکنند مرد به اصطلاح چونین کتلاکی نخواهد یافت. اما نبی که دید خانم غرق در چرتهای خود است و دیگر از بیو بقاله خبری نیست قدمی دور شد، ولی خانم
با اشتیاق صدایش زد کجا کجا او نبی. نبی باز درنگ کرد. خانم پرسید پیش ما کار میکنی؟ نبی جواب داد پیش شما؟ بله. مگم چی کار؟ خانم گفت هر چی پیش آمد خوش آمد، بیا بالا شد. نبی نخستین بار سوار موتری شد که چوکیهایش نرمتر از پر خوب بود. گمان برد وارد باغ بهشت شده بر تخت روان سوار است. عطر بسیار ملایم از موهای افشان و گریبان خانم می تراوید و نبی را که مشامش فقط با بوهای ترش و تند و تیز دکان سماوار و کلبه های روستایی آشنا بود منگ و مدروش کرد. خانم که خود سر جلو نشسته بود از آینه جلو کوچک مقابل ناظر منظر غریب نبی بود که نااستوار و نابلد و نامطمئن وسط چوکی نشسته با هر چرخ موتر با هر چرخ و تکان از سوی به سوی میلمید و تعادلش را از دست میداد. خانم با لبخند نمکین ازش پرسید نبی نارام نیستی؟ نبی شرمگین و مؤدب جواب داد نی بی بی جان زنده باشه. خانم گفت نام من مهناز است، اما در خانه مرا ماری میگن، فهمیدی؟ نبی گفت بله. بالاخره موتر دم دروازه آهنی بزرگی ایستاد و دربان با تواضع در را کشود و نبی و خانم پیاده شدند. آشپز و باغبان و ننگک های موروثی و پیش خدمت ها همه دور نبی جمع شدند و قد بلندترینشان تا شانه او می رسید. اما آنها مثل این که شاهد تماشای نرغول یا دیو یا هیولایی باشند با نگاه های رمیده و بی‌محبت یال و کوپالش را از نظر می گذراندند. خانم با خشونت بر آنها بانگ زد چی تماشاست که دور دانتان مگز خانه کدم؟ آدم از آدم ندیدن؟ همه پراگنده شدند و خانم با حسین پیش خدمت دستور داد که نبی را اول حمام و دکان سلمانی برای اصلاح سر و ریش ببرد و پس از آن تا تهیه لباس های نو از سرای کونه فروشی برابر قد و اندامش دریشی و بوتی بیاورد. هر دو پس و پیش رفتن و 3-4 ساعت بعد از آن نبی به کمک حسین در لباس نسبتاً مناسبی در آمد که از او آدم دیگری ساخت، اما دریشی و دستار با هم جور نمی آمدن. و خانم از ترکیب آنها به قهقه افتیده گفت نبی کلخو نیستی که چرک و کونه را در سرت قایم گرفتی؟ سرت شانک و مثل حسین مثل خلیفه آشپز. نبی مظلومانه گفت بیبی و بال دارم از بچگی سرلوش نگشتیم. خانم جواب داد پشتش نگرد، خیر از گناهت بگردنه. و نبی چار و ناچار به اصرار خانم و نوکران که دیگر رام شده بودن با دستارکش که ظاهرن آب و آبرویش بود ودا گفت و چنان که خانم میخواست سرش را شانه زد و بار دیگر مقابل بی بی ظاهر شد. خانم گفتش حال کم آدم شدی بی بی، او نبی تا این نبی چقدر فرق داره. بالاخره دیگر شد و آقا که پایپ کنج دهن داشت با نخوت و ناز از سر کار برگشت. نرسیده به دهلیز خانم با اشتیاق صدایش زد رش رش مجده. نام شوهرش در اصل رشید بود و او بی قاعده از آن مصغر رش را ساخته بود که هرچند به گوش نامعنوس ناموزون و ناخوشایند می آمد، اما برای اهل بیت و دوستان نیمه وطنی که در هر چیز نواور بودند لقب بسیار نازنازی و متعارف و ابتکاری و عالی بود که به قد و بالا و گل رخسار شوهرش می آمد. از آن گذشته آن دو همیشه شیر و شکر به زبانهای مادری و نامادری فارسی و فرانسوی صحبت می کردند. چه رش دیپلمات بود و ماری نیمچه دیپلمات
و فرانسوی را چه در سفرهای خارج و چه از مسافران خانواده یاد گرفته بودند. رش حسب معمول روی زنش را بوسیده پرسید: چی شده که باز خوشحال هستی؟ ماری شادمانه کفهای دستش را به هم ساییده گفت: آخر یافتم، آخر به آرزویم رسیدم. رش پرسید: بابا بگو چی را یافتی؟ خیر باشه. ماری جواب داد: خارج چشم سوری و نیلو را، کسی را که بکارن نیافن. بله، رش فهمید که باز زیر دندان زنش ریگ آمده و مصمم است گلی به آب دهد و از ثریا و نیلوفر دختران کاکایش انتقام بکشد. بنابراین ابروها در هم کشید، بر کنج لبهای لطیفش اشرافی مآب چین انداخت و منتظر پیامد ماجرا شد. ماری بی توجه به تغییر حال شوهر بر حسین بانگ زد که نبی را بخواهد. نبی وارد سالون شد و متواضع و محجوب سلام کرد. آقا چون شاخ کبر با جنباندن سر جواب سلام گفت و پس از لحظه نظاره به اکراه و اجبار اظهار نظر کرد: بدک نیست. اما ولی ماری که منتظر چونین پیش آمده سردی نبود، مثل اسپندی بر مجمر داغ از جا جهیدن هیب زد: حق اما نداری، میفهمی چرا؟ رش لالمان چه؟ اختار تهنالود و معنیدار زنش عطف به ماسبت میشد و او میترسید مبادا ماری جلش را از آب بکشد و پرده از روی روابطی بردارد که او باری با خدمه ها برقرار کرده بود. بنابران بطه افتاد و از وار خطایی دست به بازوی نبی انداخته گفت: چرا عزیزم، گپ ما آخر نشد، نبی واقعا فوق‌العاده است، سوپرمن است. ماری گفت: بدون شک، من انتخابم خطا نمی کنم. آن وقت مصالحه کردند و نزاع پایان گرفت. دیگر ماری در طول روز با نبی بود و مثل آموزگار مهربان، گاه با عتاب و گاه با نوازش، مو به مو راه و رسم زندگی را با او می آموخت و اگر نبی گپی را پشت گوش می کرد و تنبلینشان می داد، با ملایمت یا با پشت دستش می زد و یا با سرانگشت های لطیفش گوشش را می مالید و شمرده و آنفهم مثل این که کودکی را براه بیاورد مطلب را بازگو می کرد. سپس قدقد خندیده می گفت: آفرین، نام خدا 100% درست است. روی نبی از شرم گل می انداخت و سرش را بزیر می گرفت، اما از تنبیه نازآلود بیبی بدش نمی آمد و می فهمید که این کارها از سر تحقیر نیست. بیبی از آن کارکشته هایی بود که روزگار تک تک می آفریند. برای او نبی مثل یک اسب زیبای وحشی یا قطع زمین بکر و بایر بود که برام کردن و تربیت می‌ارزید. می‌خواست از نبی موم بسازد، موم بسیار نرم و ملایم که بدلخواهش از شکل به شکل درآید. سرانجام نبی همان شد که بیبی می‌خواست، رام، دست‌آموز و کاردان. در خواب و بیداری، در کار و بیکاری، همیشه هوش و حواسش پیش بیبی بود و روزهایی که ماری خانه نمی بود، نبی را زمین جا نمی داد و هوشپرک و آسیم اثر حق و ناحق تو بالا می رفت. چه؟ بیبی بوی مخصوصی داشت، مثل باغ سنجد، مثل شگوفه آلوبالو، مثل کردهای شبدر و نعنا بعد از باران شبانگاه بهاری. وقتی بیبی برمیگشت و بوی دلاویز گردن و گریبانش بار دیگر در دهلیزها و اتاقها میپیچید، نبی از جوش میافتاد و دلش جمع میشد. آنگاه دست آستین برمیزد و چنان با شستشوی سنگ فرشها و دیگ و کاسه میپرداخت که زمین چون کف دست و ظرفها چون نقره و تلای ناب بل میزدند. ولی آقا در انتخاب نوکر سلیقه دیگری داشت. او طرفدار لوبت نازوکندام بود که هر کاره خانه باشد، سرشتمند و تناز،
خوشخوی و خوشگفتار، خندروی و رموز فهم و پردپوش و رازدار، که بتواند در غیاب خانم چون گربه خانگی ناز بفروشد و خود را به پر و پاچهش بماند. اما از ترس ماری بر زبان نمی آورد و این آرزو را همواره در صندوق دلش می نهفت، چه در خانه خانم سلطنت می کرد و بر آقا و نوکر و عشم و خدم نفوذ روحی عمیق داشت و انگام مساف ده گرد مردفگن حریفش نمی شد. اما اگر نوکر مرد می بود، دیگر وای به حال نوکر، آنگاه همه چیز فرق می کرد. آقا در رابطه با نوکر مرد معیارهای خاصی داشت. گمان می برد نوکر شخصیت مستقلی ندارد، یا گودی کوکی، یا آدم ماشینی، یا چیز بین بت و انسان است که صورت اشیا را تشخیص می دهد و سیرتشان را نمی داند. عقل و هوش دارد، اما این عقل و هوش فقط در جهت اطاعت بیچون و چرا از آقا به کار می رود. خلاصه معتقد بود که حس بی‌اطاعتی در نسل و تبار نوکران به کلی مرده است و چیز به نام نه در سرشتشان نمی باشد. از این خاطر می خواست تمام نوکران بوزینوار تعقیبش کنند تا چیز شبیه او اما نه خود او شوند. در رابطه با نبی هم همین شیوه پیشه کرد، بلا فاصله برایش خط اندازی نمود تا آن خواست نوکر روی همان خطها بیاید و برود. فی المثل سلامش را با اشاره سر جواب می گفت و انگام رجوع کاری با سرانگشت سبابه یا اشپلاق فرا می خواندش. نبی هم به خاطر بیبی تمام این بی‌ادبی ها را نادیده گرفت و ظاهراً چنان که بادارش می خواست غالب شد و در جلد آقا در آمد. اما چی آقای؟ آقا مثل برگ گل نازک و نارنجی بود، قدک برابری داشت، از فرط ناز بینی قلمیش گپ میزد و صدایش چون خروس نوبالغ نه زیر بود و نه بم. نبی هم به تقلید از آقا یاد گرفت که کمی نرم و کمی آهسته گپ بزند و هنگام استراحت آقا و بیبی بر دو شست پا راه برود. دیگر هیچ کس سبسب پاهایش را نمی شنید و هیچ کس عملی مغایر نزاکت و آداب معمول از او نمی دید. لیکن با تمام این مزایا نوکری چیزهای داشت که گاه گاه دلش را می زد و خاطرش را می آزرد. به طور مثال همواره لباسهای آریتی یا دست دوم بر تنش میگریست، یا کفش از پایش بزرگتر می بود یا پا از کفشش، یا کرتی به جانش نمی آمد یا جانش با کرتی، یا پتلون تا بند پا می پرید یا از فرط درازی زمین را می رفت. ولی نبی در هر حال در قالب جدید چه تنگ و چه گشاد خودش را جا داد. با غم آقا غمین می شد و با خنده آقا خندان. اگر آقا سکوت را ترجیح می داد نبی نیز ساکت بود، و اگر سر حرف می آورد نبی صحبت نبی نیز گل می کرد و با ربط و بی ربط چیزهای می گفت. ولی در تداوم این کارها حس کرد که رفته رفته در خود می پوسد و از درون خالی می شود. ساعتهای یک یا دوی شب که مجالس بزم و شب نشینی پایان میافت، او هنوز با خرمن از بشقابهای قاشقها و پنجه های چرب، گیلاس های بدبو و میوه های تعمانده مشغول بود و هی میشست و صافی میزد و میچید تا آنکه آن کار فرساینده پایان میافت. سپس دلخسته و ناشاد به اتاقکش میخزید و روی چپرکتش که به لطف و عنایت بیبی ارزانی شده بود دراز میافتاد، اما خواب به چشمش نمی آمد. از چیز مبهم و ناگفتنی ناراحت بود و علت را نمی دانست. از گذشته خیلی بهتر می خورد و می آشامید، معاش خوبی داشت و آقا نیز چندان مزاحم نبود که سر باز زند و کار را یله کند. پس او را چی می شد که هر روز در خود به تحلیل می رفت و گمان می برد چیزی را از دست می دهد؟ آیا آن چیز چه چیزی است که پیدای ناپیداست، نه به نان می ماند و نه به آب، نه خریدنی
و نه فروختنی است، گیج می شد و راست روی جایش می نشست و مثل درمانده در گرداب با آن چرت می چرخید تا آنکه غرق می شد و از حال می رفت. رویاها سراغش می آمدند. خودش را شیر می یافت، تنومند و یالدار، که رشته در گردن دارد و سر رشته در دست بیبی است. او مست و هیبتناک می غرد و می کوشد تا رشته را پاره کند و آزاد شود، اما بیبی با دست سفید و ملایمش چندان او را می نوازد که از غضب می افتد و به تدریج در رخوت نوازش هایش کوچک و کوچکتر می شود تا آنکه در جلد موشکی می دراید که مزبوحانه چونگ می زند. ولی آقا ناگهان در قیافه گربه تیز دندان و تیز چنگال سر می رسد و او را با جست سری و بی امان به دندان گرفته و می کریزد. نبی چیغ می زند و از خواب می پرد. براستی چه دنیای مزخرفی که گربه را شیر و شیر را گربه می سازد. از خواب اقارت بارش می شرمد و دو دسته و خشماگین موهایش را می کشد و می خواهد همان در و پنجره را بشکند و مثل شیر سر به صحرا و بیابان بزند. اما بر سر عقل می آید و هیچ دلیل برای از دست دادن آبنانش نمی یابد. سعی می کند آقا را فراموش کند، چه از او متنفر است و به عنوان مردی قبولش ندارد. اما بیبی ماری جان چیز دیگر است. او کماکان چون قرص مهتاب 14 در ذهنش میماند. کاش او هم آقا می بود تا زنی چونین انتخاب میکرد و یا بیبی نوکر می بود تا شوهری چونو بر می گذید. به علاوه برای نبی بعضی از کارهای بیبی بسیار مرموز و عجیب می نمود. به طور مثال شبهای جمعه او را از داخل شدن به سالون اتاق نان منع کرده بود و نبی رمز این پنهانکاری را نمی دانست. در آن شب حلقه رفقای خاص با هم می نشستن، لبک تر می کردن و از آسمان و ریسمان قصه می گفتن. سر حلقه همواره رش بود که همیشه به بیخ و ریشهش می بالید و عکس های کونه کونه را برای اثبات مدعا در چند ردیف آویخته بود تا همه بدانند که اصل و نسب معلومداری دارد. و در این مورد چنان داد سخن می داد و دهانش گرم می آمد که اگر دمش را نمی گرفتن تبارش را سمه به سمه می رسند به جمشید و اسکندر ذوالقرنین. و دومی محمد سلیمان نام داشت که از طرف رفقا مفتخر به لقب مامد شده بود. او جوانه که بقایت خوش پوش و خوش سیما بود به خودش بسیار می نازید، چه فکر می کرد دونجوان معافل است. به زمین و زمان ناز مفروخت و از بس پاک و ستره و اوتو کشیده بود گردی هم جرأت نشستن بر سر آستین مبارکش نمی کرد. همیشه تمارز به درد مفاصل می کرد و چون لردهای انگلیسی با چوب دست گران قیمتی راه می رفت که دستش از آج بود و خاتم کاری شده بود. ادعا داشت آن اثار لرد اوکلند وایسرای انگلیس هنگام سفر پدر بزرگش به هندوستان که سفیر حسن نیت پادشاه وقت بود به او بخشیده است. از آن جهت آن چوب را که معرف تشخص خانوادگی و وسیله اثبات اصالتش بود بجز در بستر خواب در هیچ جای از خودش جدا نمی کرد. او تنس باز لایقی نیز بود. گاهی با نیکر و لباس سفید سپورت سری به خانه های دوستان می زد و مورد اکرام خانم ها واقع می شد. سیومی گل محمد یا گلو بود که اصل و نسب چندانی نداشت ولی از راه وصلت با دختر کاکای رش چون پینه سر آستین یا انگشت ششم نیمه عیانی شده بود. مثل بلبل صاف و روان حرف می زد و نیم و نیم کله دو سه تا زبان خارجی یاد داشت و بیشتر محفوظاتش اشعار هزلامیز عبید زاکانی، مطایبه های ملا نصرالدین و قصه های کتاب لطایف و توایف بود. در مسخرگی، مشلگی و حاضر جوابی همتا نداشت و همه گمان می بردن که عالمترینشان گلوست، اما در واقع مثل بوجی خالی آرد بود که فقط ازش گرد می تکید.
گلو به لطف تیزهوشی و استعداد خداداد تا مقام ریاست رسیده بود و وقت شنگول می شد و به اصطلاح جوک ها و شوخی هایش گل می کرد که ماری در بازی برج پارتنرش می بود، پارتنر یا همبازیش می بود. آن وقت محشر می کرد و هرچی در چنده داشت بیرون می رفت. همه ذوف خنده می شدند و گرده هایشان را محکم می گرفتند، اما ماری فقط با لبخند های سرد و حقارت بار آن خوش خدمتی ها را بدرقه می کرد، چه در گلو در نظرش در هر چیز آدم متوسطی بود و به نظر بازی نمی ارزید. چارومی ابراهیم جان بود که رفقا نامش را تلخیص کرده از آن ابرام ساخته بودند، یعنی ابرام لینکن، آن مرد نام‌آور تاریخ که عاشق آزادی بود. این لقب اعزازی به ابراهیم جان نمی آمد و درست نقطه مقابل شخصیتش بود. چه ابرام در همان 60 سالگی مثل این که چوب خرد کرده باشد از غرور بسیار بی توجه به چپ و راست شخ و ترنگ راه می رفت و خود را محور و میخ زمین می پنداشت. چون در زندگی آدم بی اطاعتی بود، در همان پست مدیریت مصلحتاً از کار منفصلش کرده بودند، بنابران از دم و دستگاه شکوه هایی داشت. همیشه قرص کمر می خورد و آثار موسولینی می خواند و به تقلید از او چون قهرمان مقوایی یک سر و گردن بلندتر از دیگران جلوه می فروخت. اما زنها، سوری زن مامد بود و چونان که اشاره کردیم نام اصلیش سوریا بود و رفقا به خاطر رعایت سج و قافیه نامها سوریش می‌خواندند. و نیلوفر زن گلو بود که به پیروی از دیگران به تدریج شده بود نیلو جان. بهترین خدمتگارش شوهرش بود، چیان دلقه که دیده درا را در هر مورد مرهون خودش می‌پنداشت. و بالاخره شاگل و سیمه جان خانم ابرام بود که از نظر سن و سال در حکم عمه یا خاله دیگران بود، اما هرگز قبول نمی کرد که زیبای بازنشسته است. به قدری به خودش می رسید و به قدری آرایش می کرد و اندر لزوم میدی و ماکسیمی پوشید که بهتر از هیچ می نمود. و گاهی که جوانترها سر حال نمی بودن، گلو با او گرم می گرفت، چه معتقد بود که در آن رباعی دلنشین سکتملی ضروری است که از روی اغماز بخواندن می ارزد. به این ترتیب از جمع و ترکیب و تخمیر و استحاله آن عده با یک دیگر مجمع رفقا به وجود آمده بود. رفقایی که مثل دوستان شکاری در همه چیز با هم همنوا بودند الا در تیراندازی و شکار. بنابراین رقابت دیرینه و ملفوف و آتشین و کینتوزانه از چند جهت چه زن و چه مرد بینشان جاری بود که خمیر مایه بگومگوها بود. نیلو و سوری در تنظیم و ترتیب خانه از ماری سبقت جسته بودند، چه سوری پیش خدمت بی نظیر به نام عبدال داشت که مایه رشک دیگران بود و همه متفق القول بودند که او آرایشگر یا دکوراتور بی نظیر است، و نیلو آشپزی به نام امین داشت که در تهیه و طبخ غذاهای وطنی و فرنگی به همتا بود. بنابراین از سالها نیلو و سوری در برابر ماری که زیباتر بود جبهه واحدی داشتند و گاگا امین و عبدال را برو خشم کشیدند. وقتی هم ماری به کشف نبی موفق شد، فهمید که بعد از سالها اقبال با او روی آورده و کسی را یافته است که اگر ماهرانه به میدان بکشد داغ بی درمان بر دل حریفان خواهد گذاشت. همان بود که یک دست دریشی سیاه کشمیره، یک جوره بوت براق، یک نکتایی تراویرای ابریشمی و یک پیراهن یخنقاق برایش خرید تا شب جمعه ببر کند و در خدمت رفقا بیاید. در ضمن بارش اصل قصه را در میان گذاشت و گفت که در این نوبت برای تغییر حال مجلس با همه بالخاصه با سوری و نیلو سر شوخی دارد. بالاخره موعد مقرر فرا رسید. مهمان ها بعد از تعارفات معمول بر جایهایشان نشستند
و باب قصه و خنده و مزاح باز شد، اما ماری بعد از دقایق دیگران را وادار به سکوت کرد و گفت که امشب مهمان بسیار محترمی نیست به جمعشان می پیوندد که تازه از امریکا رسیده است. سوری پرسید کیست ماری جان؟ کی آمده؟ از خودست یا بیگانه؟ و شاگل بینیش را چیده گفت در گرش آمد ما حتما مخل اوقات است. اما ماری ذوق زده گفت نه، چیزی میگم که باور نکنین، تا شیرنی نگیرم نمیگم. گلو با هیجان پرسید زن است یا مرد؟ ماری گفت البته برای شما متاسفانه مرد. دهن گلو یخ کرد و پس تکیه کرد. ابرام که ذاتن از سیاه‌پوست بدش می آمد پرسید ماری جان هر کی باشه مهم نیست، خدا کنه نگرو نباشه. ماری خندید و گفت نه ابرام عزیز، سفید است مثل برف. نیلو پرسید جوان است یا پیر؟ ماری جواب داد جوان مثل شاخ شمشاد که در عمرتان ندیده باشی. دل نیلو ذوق زد و گفت خوارجا خیلی بسیار بد شد، چرا وقتاً نگفتی که لباس درستر می پوشیدم؟ ماری سر و پای نیلو را از نظر گذراند و گفت خوارک سودا نکن، امیال صد دختر 14 ساله به نوک ناخونت نمی رسد. سرانجام همه باور کردند که مهمان بلند بالا و خوش قیافه و سفید پوست در راه است. شاگل به بهانه خود را به تشناب رسانید تا بار دیگر به سر و وضعش برسد و نیلو و سوری کمی تلخ و ترش شدند، چه لباسهایشان را مناسب پذیرایی از یک مهمان معزز نمی دیدند. بالاخره محمد گفت ماری جان تاجر است یا دیپلمات؟ ماری جواب داد نه تاجر نه دیپلمات. محمد پرسید خیلی چیست؟ توریست است؟ ماری گفت نه بهتر از اینا، هنرمند است، هنرمند سینما. دهان همه باز ماند، ماری کجا و ستاری سینما کجا؟ باز ناباور شدند. اما ماری که از فهوا شک و شبهشان را دریافته بود گفت شک نکنید، افغانستان آمده که در نقش هیروی کتاب سواران جوزف کسل بازی کنند. رشت تصادفاً در هتل انترکانتینانتال کتش آشنا شد و خواهش کرد که امشب میمان ما باشه. حال فامیدن؟ نیلو ملتهب و هیجانی صدا زد ماری اگه نگویی سر ما بخوری به خدا شیرنیت میتم. ماری گفت چی؟ نیلو گفت یک دعوت کلان و دستپخت امین. ماری گفت خیال میگم. بعد از آن مثل این که سر صندوقچه جواهرات را بکشاید شمرده و غرورآمیز گفت مهمان امشب ما عمر شریف است، عمر شریف. همه با هم چیخ کشیدند او عمر شریف چه شانسی زنده باد. ماری با جنباندن سر با ابراز احساسات همه پاسخ گفت، اما در این حول هیجان بودند که تپ تپ پاهای در دهلیز پیچید و حسین که در این صحنه سازی سر رشته را در دست داشت گفت بی مهمان آمد. همه دست و پاچه و نیمخیز شدند و عمر شریف با آن قیافه مردانه شرقی چون شاخ شمشاد وارد شد و همه تمام قد ایستادند. یکی شب خوش و یکی بانسوار گفت و خانم ها پاک باخته و شوقمند مثل این که به استقبال شهزاده میرمند از دو گوشه تریزها گرفته جا به جا تعظیم کردند. ماری که برغم دیگران از جایش تکان نخورده بود خون سرد و آرام گفت معرفی میکنم پیش خدمت نو ما عبدالنبی. همه خیلخند و خودباخته دق ماندند و پوکشان را گم کردند، نمیدانستند چگونه با این بازی دراماتیک مقابل شوند. تیر ماری درست به هدف نشسته بود و سوری و نیلو چون دو مار زخمی به هم میپیچیدند. گلو که در چاپلوسی سرآمد روزگار بود اولتر از همه مشرف شده بود و دست نبی را در دست داشت. وقتی ماری پرده از روی ماجرا برداشت او با آن قدک کوتاهش
که نیمش سر زمین و نیمش زیر زمین بود سپر بلای نبی شد و چنان مورد استهزا و ویلا قرار گرفت که زنش با تمام بیمیلی به خشم آمده صدا زد: ای یک شانتاج است، یک دسیسه از ماری جان، ما خونان گم نکردیم که ما را مسخره میکنی. اما ماری معذرت خواست و گفت: بابا چقدر رسمی گپ میزنی، یک مذاق بود، شب جمعه است، شب خنده و ساتیری. دیگران نیز به خاطر اینکه مجلس از حال نیفتد حرفش را تایید کردند و ابراهیم جان به نیابت از همه گفت: نیلو جان، تو و ماری مثل گوشت و ناخون هستین، گوشت و ناخون از هم جدایی ندارن، مذاق بود مذاق. آن وقت به سلامتی سر هر دو سر شیشه شامپاین را باز کرد و به زبان آلمانی شعار داد: پروست پروست. همه کف زدند و از وساطت به موقع بزرگ مجلس شادمان شدند. پیمانه ها به دوران افتید و نبی آن حقه و توطئه را به هزار زحمت با پاس نمک و نمکدان نادیده گرفت و با خون سردی در اجرای هر کاری سنگ تمام گذاشت. یکی را بیر، یکی را جن، یکی را ویسکی تعارف کرد، باری سیگار خانم را روشن نمود و باری چون همای سعادت مثل شهزاده از بابل یا سردار دلاوری از کارتاش گوش به فرمان ایستاد. خانم ها تظاهر به بیمیلی می کردند، اما دزدیده نگاه هایشان می رساند که مایلند زنده زنده نبی را کرد کنند. ماری با تجاهل زیرکانه با آنها فرصت چشم چرانی می داد و می گذاشت بیش از پیش پل پلوانشان را آب ببرد و شیشه تقویشان درز بردارد. ولی همین که نبی برای کار بیرون رفت، سوری خطاب به ماری گفت: خوارک، عمر شریف کجا و این غول بیابان کجا؟ به گمانم آرقت ترش کده. شاگل گفت: ماری جان، نوکرت بسیار کته و دبنگ است، آدم ازش میترسه. بله. و نیلو که انوز چون برج زهرمار نشسته بود نیشخندی زد و کنایه آمیز گفت: آن باب دندان ماری جان است، براستی که قدر گل بلبل بداند، قدر جوهر جوهری. و گلو مثل ماش بسوی زنش لولیده واهوا گفت و در تایید نظر عمومی به زبان فرانسوی اظهار داشت که او یک دیو، یک هیولاست. و مامد که سرش گرم شده بود بی توجه به باریکی کار و به خامت اوزا گفت: درست است، درست است. اما ابرام، یعنی ابراهیم جان، که از دست زنش دل پرخونی داشت و دیگر اجاقش به کوری می رفت، به فکر عناد و مقابله با شاگل مشت محکمی بر روی میز کوبید و مثل از مارشال صدا زد: اعتراض دانم، اعتراض، هرگز نی، او یک خراج پادشاهی است، یک گنج شایگان، یک دونجوان، یک آریایی اصیل، قبول نداریم، پس تماشا کنید. سپس بی‌محابا آواز داد: نبی، نبی خان. نبی شتابان سر رسید. ابرام گفت: قدش 1.90 متر، بر شانیش 80 سانتی، کمرش 40 سانتی و قطر بازوها هر کدام 20 سانتی، چشم و ابرو و موها سیاه حلقاز، پوست مثل شیر سفید، بینی بلند و عقابی. و آن وقت در حالی که از هیجان میلرزید برخاست و با کلک دهن نبی را باز کرد. نبی نمیدانست مقصد از این بیانات و دیوانگی ها چیست، اما به احترام مجلس اعتراض نکرد. ابرام صدا زد: آقایان خوب تماشا کنین، بالاخره دندان ها مثل صدف منظم و مرتب و سالم. نبی آقای دنیاست، نبی ماستر یونیورس است. مجلس کرخت شد، ولی ماری جان از جا برخاست و دست ابرام را به عنوان برنده بلند کرد و گفت: براو مارشال، براو ابرام. اما رش که سخت خودیش جریحه‌دار شده بود و چشمایش از فرط نشه هر چیز را دودتا می دید، با همان اشپلاق همیشگی نبی را نزد خود فرا خواند و پرسید: نبی، تو بگو به چی میمانی؟ به یک غشگاو؟ به یک غول؟ یا به یک آقا؟ نبی حیران من چه بگوید؟ در تمام عمرش چنان مجلسی ندیده بود، فهمید نان چند فتیر است. با آن هم ترجیح داد خاموش بماند، اما رش بر او داد زد: تو را میگم احمق، زبان نداری؟ صورت نبی مثل مارگزیده ها کبود شد.
چه هرگز تا آن وقت در محضر و ملای عام از سرلوچ و پالوچ آن همه خواری و خفت ندیده بود. خیال کرد شقیقه هایش از درد می ترکند و چیزی مثل آب جوش زیر پوستش می دوند. ملوث باز هم حد نگه داشت و لاحول گفت، لیکن رش بغیز آمد و به شدت گیلاس لبالبش را بروی او پاشید و بانگ زد، خارج شو خر احمق. ماری با عتاب چیغ زد، خر نشو رش. رش که دیگر زمین و زمان نمی شناخت نخستین بار افسار گسیخت و فریاد زد، چی گفتی لمن؟ خر خودت، خر پدرت. و آن وقت بوتل خالی ویسکی را برداشت و با حدت تمام به سوی زنش پرتاب کرد. اما نبی از همان هوا بوتل را قاپید و در یک آن چنان بر سر رش کفت که دنیا را خون گرفت و کله و کاپوسش یکی شد. سپس چون شیری با یک جست به بیرون پرید و سر به بیشه و بیابان گذاشت.